موج افشاگری های ده ها دختر علیه فردی به نام کیوان امام یا کیوان امام وردی بالاخره پلیس تهران را وادار به واکنش و بازداشت فرد متهم کرد. ده ها دختر در شبکه های مجازی کیوان امام را به تجاوز جنسی متهم کردند و گفتند او پس از دعوت از آنها به منزلش به آنها شرابی میداده که با یک داروی خواب‌آور مخلوط شده بوده و پس از آنکه بدنشان سست و بی‌رمق می‌شده به آنها تجاوز می‌کرده. سرتیپ حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت روز سه‌شنبه 4 شهریور به رسانه‌های ایران گفت متهمی که در روزهای گذشته شکایات زیادی علیه او از جانب قربانیانش در فضای مجازی مطرح شده بود توسط پلیس امنیت عمومی پایتخت دستگیر شد. وی افزود ماموران پلیس امنیت عمومی تهران با رصد فضای مجازی با شکایت‌های متعددی روبرو شدند که نشان می‌داد فردی به نام کاف الف با فریب دختران دانشجو و کشاندن آنها به خانه خود اقدام به آزار و اذیت آنان کرده است و با توجه به حجم شکایت‌ها و جریحه دار شدن احساسات عمومی جامعه تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه آغاز و در نهایت متهم دستگیر شد. رحیمی در ادامه از زنانی که کیوان امام را به تجاوز یا تلاش به تجاوز متهم کرده بودند خواست تا با پلیس تماس بگیرند. او گفت تمام شاکیان با اطمینان از محفوظ ماندن هویتشان در نزد پلیس می توانند برای طرح شکایت به پلیس امنیت عمومی واقع در انتهای خیابان مطهری خیابان سروش مراجعه کنند. اما پیش از دستگیری کیوان امام دوبار با او تماس گرفتیم تا درباره اتهامات مطرح شده علیهش صحبت کنیم. مکالمه نخست ما زیاد طول نکشید. او تنها پس از پرسش درباره هویت و رسانه ایمان به ما گفت که برای مصاحبه 3 روز وقت می‌خواهد و فعلا حاضر به صحبت کردن نیست. ما فقط موفق شدیم که چند ثانی از این مکالمه را ضبط کنیم. پس از تماس نخست ما گزارشی را درباره اتهامات مطرح شده علیه کیوان امام منتشر کردیم. کیوان امام که این گزارش را تماشا کرده بود پس از آنکه بار دوم با او تماس گرفتیم مدت طولانی تری با ما صحبت کرد، اما این بود پاسخش به درخواست ما برای یک گفتگوی تلفنی. من مایل هستم با شما صحبت کنم ولی نه امروز. لطفاً به من وقت بدید تا در یک زمانی که این انتخاب منطقی تر بتونه صحبت‌های من رو متوجه بشه من با شما گفتگو قطعاً خواهم کرد. من مایل هستم تا با یک رسانه غیر وابسته صحبتامو در میون بذارم، ولی لطفاً به من وقت بدید. نکته جالب اینجا بود که کیوان امام نه بار اول و نه بار دومی که با او تماس گرفتیم هیچگاه هیچ یک از اتهامات مطرح شده علیه خود را رد نکرد و صرفاً در کمال آرامش گفت وقت می‌خواهد تا فضای پر التهاب بگذرد و او بتواند در آرامش منطقی به اتهامات پاسخ دهد. به او گفتیم که با توجه به موج گسترده اتهامات علیه وی این احتمال وجود دارد که هر آن پلیس به سراغش بیاید و او را بازداشت کند و دیگر نتوانیم با او مصاحبه‌ای انجام دهیم، ولی کیوان امام باز هم از پذیرش درخواست ما برای گفتگو امتناع کرد. من نگرانی شما رو درک می‌کنم، ولی الان به من حق بدید که باید الان در یک فضای منطقی تری حرف بزنم، نه تو فضای هیجان زده‌ای که الان خودم هم دقیقا نمیدونم چه خبر شده. خب و قطعا اولین رسانه‌ای که بخوام ازش استقبال بکنم واسه گفتگو یک رسانه مستقله. من از اینکه به من اجازه گفتگو میدید تشکر میکنم. اوضاع روحی سختی دارم ولی به هر حال باید از خودم اعاده حیثیت بکنم. من با شما قطعا گفتگو میکنم و خیلی ممنون میشم که با منم گفتگو بکنید، ولی به من فقط 1 تا 2 روز وقت بدید. البته کیوان امام به یک پرسش ما پاسخ داد. در گزارش نخستمان به یک نکته مشکوک در برخی از روایات مطرح شده بعضی از دختران از ماجرای تجاوز اشاره کردیم. اینکه برخی از روایت‌ها هم از نظر کلامی و هم محتوایی شبیه هم بودند. مثلا چند دختر در روایت‌هایشان از ماجرای تجاوز به جثه کوچک کیوان امام اشاره کرده بودند و گفته بودند به خاطر جثه کوچکش توانستند از دستش خلاص شوند و فرار کنند. این تشابهات باعث این تردید شده بود که شاید همه یا برخی از این روایت‌ها توسط یک نفر نوشته شده.
از آنجا که افرادی که کیوان امام را به تجاوز یا تلاش برای تجاوز متهم کرده بودند همگی ناشناس بودند، بررسی و راستی آزمایی روایت‌ها کار بسیار دشواری بود. برای همین از کیوان امام پرسیدیم که آیا به نظر خود او یک نفر تمام این روایت‌ها را نوشته یا چند نفر؟ پاسخ او این بود: من مطمئن نیستم هنوز. اوکی. من چون شرایط سختیه تصمیم گرفتم که هر چیزی رو کاملا باشم در مورد صحبت بکنم. حتی یک جمله رو. بله ممنونم از شما. من حتما با شما گفتگو میکنم. شما هم اگه لطف کنید تو واتساپ به من پیام بدید، من شما رو داشته باشم که خواستیم با هم دیگه من به شما زمان گفتگو رو اعلام بکنم، اونجا اعلام میکنم. از این پاسخ کیوان امام میتوان نتیجه گرفت که یک نفر پشت روایت‌های تجاوز نبوده و قطعاً چندین نفر هستند که او را به تجاوز متهم می‌کنند و به همین خاطر هم او درباره تعداد آنها تردید دارد. اما در این بین یکی از دخترانی که کیوان امام را به تجاوز متهم کرده در گفتگو با بی بی سی فارسی ماجرا را این گونه تعریف کرده: این آدم را از طریق دانشگاه میشناختم و این آدم هم کلاسی من یا هم رشته من نبود، فقط یک چهره‌ای بود که خیلی فعال بود توی دانشگاه و من به واسطه آدم‌های مشترکی که دورمون بود باش آشنایی مختصری داشتم. یک سال بعد از اینکه من از دانشگاه فارغ التحصیل شدم توی اینستاگرام هم دیگر رو فالو داشتیم و این آدم به من پیام داد، سر یک موضوعی بحث رو باز کرد و ازم خواست که اگر که دوست داشتم یک بار همدیگر رو بیرون ببینیم به قرار چای و پیاده روی قدم زدن یه چنین چیزی. من یک بار با این آدم بیرون رفتم و هیچ رفتار نامحترمانه ای ازش ندیدم. یه قرار کاملا ساده معمولی بود، راجع به مسائل روتین با هم صحبت کردیم. بعد از اینکه خواستیم با هم خداحافظی بکنیم من رو به خونش دعوت کرد. حالا طبق اون بک‌گراند نالجی که من داشتم و خودشم تلویحاً اشاره کرد، من میدونستم که اون تنها زندگی نمیکنه. بعدن منو دعوت کرد. من واقعا توقع این رو نداشتم که توی خونه که میرم فقط خودش باشه. دنبال آدم های دیگه میگشتم که طبیعتا پیدا نکردم و بهش که گفتم خیلی معمولی برخورد کرد و گفت که نه کسی دیگه امروز اینجا نیست. یک چنین چیزهایی سعی میکرد خیلی مهمون نواز باشه. برای من داشت شام درست میکرد و خب کابینت نوشیدنی هاش و کلکسیونش رو به من نشون داد و بعد به هم تعارف کرد از یک نوشیدنی. من اون لحظه به این دقت نکردم که چرا خودش نمیخوره. خودش یک بهانه ای آورد، یک چیز اینچنینی که نمیدونم خاطرم نیست واقعا، معده‌اش گفت درد میکنه یا یک چنین چیزی که من قانع شدم و خوردم. و بعد از اون یادم که به مرور سرم سنگین شد و خیلی لخت شدم، یک حال عجیبی به من دست داد. این آدم بعد از چند دقیقه اومد، من توی حال نشسته بودم و سعی کرد که به من نزدیک بشه، من رو لمس کنه و من با همون حال نیمه هوشیار بهش گفتم که نه، ولی خب گوش نکرد و منم توان فیزیکی کافی نداشتم برای اینکه باش مقابله بکنم. من رو کشید با خودش برد توی اتاقش و روی تختش انداخت و به من تجاوز کرد. یادمه که این قضیه خیلی طولی نکشید و بعد من رو رها کرد و رفت و من رفت توی حال و من خیلی وحشت زده بودم و واقعا توی شوک بودم، نمیدونستم باید چیکار کنم و در حالی که نمیتونستم روی پاهم بایستم لباسامو پوشیدم و واقعا تلو تلو میخوردم و از خونش رفتم بیرون.